اگه اهل پیاده روی و قدم زدن های طولانی باشید، اینجا یعنی از میدون ولی عصر تا میدون هفته تیر جذابیت های زیادی براتون داره. اگه علاقه من به غذاهای آسیایی هستید و نمیدونید که مواد اولیه‌اش رو از کجا باید تهیه کنید، حتما یه سر به کریم خان و بازار بهجت آباد بزنید. بازار بهجت آباد یا بازار چینی ها، همه چی توش پیدا میشه. از نودل های جور با جور گرفته تا برنج ژاپنی و شاه میگو. کوچه پس کوچه های کریم خان پر از خونه های قدیمی و قشنگه. ساعت ها میشه تو این کوچه ها قدم زد و غرق خاطرات بچگی شد. درست سر تقاطع کریم خان و نجات اللهی به یه ساختمون سفید رنگ با معماری خاص می رسید. کلیسای سرکیس مقدس علاوه بر معماری زیباش که حسابی هم جلب توجه می کنه، مکان مهمی برای ارامنه ایرانه. اونایی که اهل مطالعه و به خصوص ادبیات باشن، محاله که نشر چشمه رو نشناسن. کتاب فروشی نشر چشمه زیر پل کریم خان و نبش خیابون صنایع. حتما باید یه سری هم به داخلش بزنید. کمی اون طرفتر و در حوالی نشر چشمه هم یک کتاب فروشی بزرگ دیگه است. اینجا خانه فرهنگ و هنر گویاست.
اگه بین راه گرسنه‌تون شد یا هوس یه غذای سنتی خوشمزه کردید، حیفه که یه سر به رستوران روحی نزنید. غذاهای این رستوران معروف تو ظرف‌های روحی قدیمی سرو میشه و حس تهران قدیم رو کاملا براتون زنده میکنه. کافه رستوران بلینسکی با نمای ورودی جذابش سر خیابون ماهشهره. به نظر میرسه جای قشنگی برای استراحت و نوشیدن یه فنجون قهوه باشه. واسه اونایی که اهل ساندویچ و فست فودم هستن، نرسیده به میدون هفته تیر، یه گزینه مناسب وجود داره. تو اغذیه حلال همه جور ساندویچی پیدا میشه، از فلافل و بندری گرفته تا سالاد اولویه. پایان این مسیر دوست داشتنی به میدون هفته تیر ختم میشه، یه جای شلوغ و پرتردد که بهتره توی ویدیوی دیگه به سراغش بریم.